درود به شما شنوندگان خوب رادیو مانی هستم. ما یک میزگرد فرنگی دیگر امروز در پیش رو داریم که شما شنونده این میزگرد هستید. موضوعش برمیگرده به نواندیشی دینی. آیا نواندیشی دینی در ایران اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ به باور من زمان نواندیشی دینی گذشته است. نواندیشی دینی آنچه که اگر بخوایم بگوییم مارتین لوتر آغاز کرد در قرن 15 بود و در قرن 15 در سراسر دنیا این امکان وجود داشت که نواندیشان دینی پای پیش بگذارند و اصلاحاتی در ادیان ابراهیمی به وجود بیاورند و اون رو بروز کنند، تطبیقش بدهند با زمانه و نیازهای مردم زمانه، که این اتفاق توسط مارتین لوتر در آلمان اتفاق افتاد. یکی از کارهایی که ایشون کرد ترجمه بیبل یا کتاب آسمانیشون بود به زبان آلمانی، به گونه‌ای که همه آلمانی‌ها خودشون بتونن مستقیم کتاب آسمانیشون رو بخونند. حالا این اصطلاح آسمانی هم شما بر من ایراد نگیرید، اصطلاحش اینطوری شهرت داره به این قضیه. پیش از اون مردم آلمان و تمام اروپا البته فقط اگر می توانستند که نمی توانستند باید انجیل و بیبل رو در واقع به زبان لاتین بخوانند، و چون نمی توانستند کشیشایی که قادر بودن کار انجام بدن دیگه خودشون رو خیلی خیلی برتر و خیلی نزدیکتر، برتر از مردم و نزدیکتر به خدا و گاهی خود خدا میپنداشتن. لوتر اومد و این ابزار برتری اونها رو ازشون گرفت و مردم شروع کردن به خواندن کتاب دینیشون و تازه دریافتن که در اونجا چی میگذره، و این همزمان بود با ایجاد صنعت چاپ و عقاید و نظرات و نوشته های مارتین لوتر به سرعت تکثیر شد و در دسترس همگان قرار گرفت و یک انقلابی، یک جوشش و حرکتی در اروپا اتفاق افتاد به نام جنبش اعتراض پروتستانتیسم و رهبریش با مارتین لوتر بود. سران کلیسا خیلی او رو اذیت کردند، زندانش کردند، محاکمش کردند، تبعیدش کردند، اما او پایداری کرد و مردم پشتش ایستادند و توانست یک شاخه جدیدی در آیین مسیحیت به وجود بیاورد که در واقع کل مسیحیت رو تحت تاثیر قرار داد و حتی کاتولیکا هم از او تا به امروز بسیار عقب نشستند. اما چنین رویدادی در دین اسلام اتفاق نیفتاد و هر نوع اندیش و متفکر دینی تازه‌ای که به وجود آمد، از جمله اسماعیلی ها، عارف ها، صوفی ها، سهروردی ها و هر کس دیگری، اینها سرکوب شدند و اجازه پیدا نکردند که به عنوان نوعی از دیگر اندیشی دینی حرفاشون رو با مردم در میان بگذارند و به یک جریان جدی تبدیل بشوند و اسلامشون رو بروز کنند. به ویژه این بسطمان فکری هم در جهان سنی های به اصطلاح که معتقد به اسلام صدر اسلام بودند و هستند و هم در تشیع که بیشتر در ایران قدرت و پایگاه داشت اتفاق نیفتاد و میبینیم که در سده 21 هنوز هم مدعیان صدر اسلام به نام داعش یا در عربستان یا در هر جای دیگری سر بر می دارند و هر جنایتی که دلشون می خواد می کنند. در ایران هم تشیع مدعی بهترین اسلام هست و بهترین قرائت دینی از اسلام هست و خود یک کشور منشأ تروریسم و صدور تروریسم و سرکوب و ایدئولوژی بسته است. در برنامه امروز من دو میهمان ارجمند دارم، آقایان مردو آناهید و آقای آلفرد آبرامیان، و ما میخواییم در حضور این میهمانان این موضوع رو بررسی کنیم که چرا نوع اندیشی دینی در ایران اتفاق نیفتاده و آیا اصلا دیگه زمانش نگذشته و اصلا ضرورتی برای این قضیه هست، چرا که
مردم ایران پس از حکومت جمهوری اسلامی به باور بسیارانی از کارشناسان ممکن است که دین رو خیلی رسماً، شیعه رو خیلی رسمی از قدرت و سیاست شاید برای همیشه کنار بگذارند و به صورت امری شخصی تلقی بشود و ایران وارد یک دوران احتمالاً سکولاریسم و آزادی یا لایسیسم بشود. البته همه مردم ایران یک دست چنین نخواهند شد، طیف‌های گوناگونی هستند که تا هنگامی که زنده‌اند پایبند و باورمند خواهند ماند به آنچه که همکنون می‌اندیشند، از جمله سیستم آخوندی، سنتگرایان، بازاری‌ها و شاید اقشار فرودستی که اصلاً قرآن رو نمی‌خونند، احکام دینشون رو نمی‌شناسند و همینطوری پیرو هستند، مقلد هستند و به مراجع تقلیدشون علاقه دارن و از اونها پیروی میکنن. اما اون بدنه میانی جامعه ایران که معمولا قدرت و حکومت رو باید در دست بگیره و جامعه رو اداره بکنه، که قشر تحصیل کرده و میانی جامعه هست، اینها امروزه از همه شواهد برمیاد که نشان میدهند دیگر به حکومت دینی باور ندارند. اما این حکومت دینی عملا وجود داره، سرکوبگر، زور میگه و تا از بین نرود حکومت بعدی نمیتواند فارغ از این شعبه دینی پایه‌های خودش رو بگذارد و رو به تغییر برود. من ضمن خوشامدگویی به هر دوی میهمانان ارجمندم از جناب مردو آناهید خواهش میکنم که در این زمینه سخنانی اگر دارند با شما و ما در میان بگذارند. آقای آناهید خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاس بسیار، سپاسگزارم و درود فراوان به ایران یاران و میهن پروران ایران که با مهر و آزادی و آزادگی به برنامه های رادیو مانی گوش میدن. نیز سپاس از پیشکار و گرداننده رادیو مانی که در راه بازسازی فرهنگ ایران و آزادی برای ایران جانفشانی می‌کند. در این نشست گفتار فرهنگی رادیو مانی در پیرامون نواندیشی دینی است. از آنجا که ما در ایران دینی که حاکم است دین اسلامه، پس باید گفت نوع اندیشی اسلامی. ولی اسلام یک دینی سنگ شده یعنی در فرم اون عوض نمیشه، تغییر فرم داده نمیشه، سفته. کسانی که 800 سال پیش عارفان کوشش کردند و الله رو نرم و مهربان بسازند مثل مولوی یا عطار، کوشش کردن از چهره الله رو عاشقانه بکشن، ولی همه اونها از بین رفت به خاطری که اسلام دستوراتش، احکامش، حکمش از طرف الله اومده و در قرآن ثبت شده و هر کس که بخونه با همون شکل باید از ازل تا ابد اون رو داشته باشه و هیچ کس که بخواد، هر کس که بخواد اون رو تغییر فرم به نو اندیشی کنه، این یا سرکوب میشه یا این شخص دروغوند و مردم فریب. از این روی من نام این نو اندیشان دینی که در ایران هست، نو اندیشان دینی اصلا اندیشه ندارن از دیدگاه من، اما نام این کسان رو اسلام فروش گذاشتن. اسلام فروش حالا در پیرامون اسلام فروشان و اسلام زدگان است که امروز من چند بخشی رو شاید اشاره کنم و شایدم کمی بتونم آنها رو بشکافم. اسلام فروشان کسانی هستند آزمند، سودجو، انسان ستیز و دروغوند که زشتی ها و پسماندگی های شریعت اسلام را با سخنانی دروغ و مردم فریب پنهان می کنند. به زبان دیگه
عجوزه اسلام رو بزک میکنن تا اون رو به اندرون مردمان ساده پندار و ناآگاه وارد سازن. اینو میگیم اسلام فروش. اما اسلام فروشان انگیزه های گوناگونی دارن. بخشی از آنها مسلمان با ایمان هستن ولی از زشتی های اسلام شرم دارند که آشکار باشه و نمیخوان که کسی بدون اسلام چه درون مایه داره و بخواد کوشش میکنن که کاستی ها و پسماندگی های اسلام رو بپوشونن تا از این ننگ هم خودشون شرمنده نباشن هم دیگران خام بمانن و شک از شک کردن دور بشن. اما بخش دیگری از این اسلام فروشان کسانی هستند که به دانایی و یگانگی الله ایمان ندارن، خودشونو داناتر و مکارتر از الله و رسولش میدونن. یعنی میگن که الله و رسولش تا اون موقع نفهمیدن و حالا این ناگهان بعد از 1400 سال بهتر از محمد همه چیز رو درک کرده. یعنی دروغ میگن به خاطری که به الله ایمان ندارن. این کسان برانن که مریدانی برای آرمانهای خودشون گردآوری کنن تا بر اونها رهبری کنن و از اونها بهره برداری. به زبان دیگر به مخزنی میپردازن و تا بتونن مریدان خرد سوخته رو شکار کنن و بر اونها فرمان روایی کنن، از اونها برده هایی به بند کشیده بسازن و زبان دیگه از اونا سواری بگیرن. اما پسترین اسلام فروشان مزدوران بردمنشی هستند که امروزه از سوی جهانداران نفتاشام پشتیبانی میشن تا شریعت اسلام رو در پوسته های مردم پسند بسته‌بندی کنن و به نمایش بگذارن تا هم مسلمانایی که اسلام گریزن از دامگه اسلام فرار نکنن و هم مسلمانایی که به زهر اسلامی بیمار هستن و از شریعت اسلام و آزار نامسلمانان سرمست میشن بتونن در کنار مردمان نامسلمان مثلا اروپا زندگی کنن ولی اندک اندک هم بیماری خودشون رو به این مردمان خواب زده و ناآگاه وارد سازن. و همچنین در این گفتار گفتیم که سخن و شناسایی از ویژگی ها و نشانه های اسلام زدگانه. حالا کیا اسلام زدگان؟ اسلام زدگان کسانی هستن که زیان بخشترین اسلام زدگان آنهایی هستن که روشن فکر نمایش میدن خودشونو ولی خودفروخته، به ویژه اسلام فروشان ایرانی هستن. اسلام زدگان کسانی هستن که دانسته یا ندانسته با پستی و زشتی های اسلام خو گرفتن و از پسماندگی و زشت خویی خودشون هم نمی رنجن ولی از آشکار شدن این پسماندگی شرمنده میشن. اینه که برخی از اسلام زدگان خود را نامسلمان یا از اسلام بریده و مرتد میپندارن ولی بینش و شیوه زندگی اونها نشون میده که اونها بر پایه احکام و فقه اسلامی زندگی میکنن. اسلام زدگان نیروبخش والیان اسلام و اسلام فروشان هستند، چنون که نمی خواهند و نمی توانند به سررشته پلیدی هایی که خرد اونها رو از کارایی انداخته پی ببرند. کوتاه نگری اسلام زدگان میدان تاخت و تاز اسلام فروشان رو پهناور میکنه و بازارشون هم گرمتر می سازه. والیان اسلام که گردانندگان شریعت هستن
اونا اسلام فروش هستن، اما اسلام فروشی آشکار و با ایمان که در پیاده کردن احکام شریعت اسلام میکوشن و از این را سود میبرن. آیت الله ها، مثلا خلخالی ها، مفتی ها، بن لادن ها، حزب اللهی ها، دولت های اسلامی که اسلام فروشان اونا را داعشی نامیدن. به کردار جهادگران با ایمان و نماینده فروش کالای سرگشاده اسلام هستن. اونایی که اسلامو نمی پوشونن مثل سلفی ها، میگن ما سلفی، اونا اسلام باز رو می فروشن. دروغ نمیگن، راست میگن، ولی اسلام فروش ها زیرکن و اسلام رو می پوشونن، دروغ میگن. پسترین اسلام فروش ها خود فروختگانی هستن، کوچیگر، که اسلام رو در رسانه های برای انبوه کوته نگران بزک میکنن تا خوشباوران مسلمان را از گسستن بندهای بردگی باز دارن و ناباوران مسلمان را در ناآگاهی آرام بدارن. همه ریزه های وجود این فرومایگان به زهر اسلامی آلوده شده و در پیکر آنها جای دیگر برای انسان دوستی وجود ندارد. از آنجا که شریعت اسلام هر خدعه، یعنی هر نیرنگ و دروغی را در راه گسترش و نجات اسلام جایز میدونه، یعنی آزاده، این است که این خودفروختگان برای نجات یا بزرگ داشت اسلام از هیچ گونه اسلام ستیزی انسان ستیزی روی گردان نیستن. برای نمونه، من در روز دوشنبه 8 آذر 1395 یا 28 نوامبر 2016 به وبسایت رسمی یک اسلام فروشی به نام محسن کدیور نگاه کرد. به راستی سخنی که ارزش خوندن یا بازگو کردن باشه در این دکه اسلام فروشی ندیدم، ولی برای اینکه به فرومایگی و دروغ‌بندی اسلام فروشان اشاره کنم، نوشتاری از این اسلام فروش که نامش محسن کدیوره برخورد میکنه. فرنام این نوشتار اینه، میگه که نسبت حقوق بشر به فقه اسلامی، نسبت حقوق بشر به فقه اسلامی، میخواد این دوتا رو با هم بسنجه. این اسلام فروشه در روز 21 آبان 1395 این رو در سایتش گذاشته. حالا من پاره‌هایی از این نوشتار این اسلام فروش که کدیور هست جدا جدا میخونم و خودم با اونها برخورد میکنم و در آغازی که پاره رو میخونم میگم که این از اونه و خودم هم که میخوام بهش برخورد کنم باز اشاره میکنم. الان از این اسلام فروش یعنی کدیور میگه که من در تحقیقات من حقوق بشر سنجه‌ای برای اصلاح فقه نبوده است. حالا ما می‌خواستیم حقوق بشر فقه درست کنه، میگه نمیشه. از آنجایی که حقوق بشر مولود مبانی دیگری است، در کار فقهی نمیتواند سنجه‌ای باشد. اگر قرار باشد کاری در زمینه سنت فقهی انجام دهیم، باید به سرچشمه آن مبانی برویم. پایان گفته این آقا. حالا خود من در شریعت اسلام الله مسلمانان را از علق، یعنی خون گندیده، یعنی نابخرت خلق کرده. میگه خلق انسان من علق. آنها، این انسان ها،
توان شناسایی خوب و بد را ندارند. از این روی آنها از سوی شبانی به نام فقیه یا مفتی رانده می شوند. فقیه که خردش در ایمانش سوخته است، برای مسلمانان با ایمان فتوا می دهد. پیروان هم محکوم به اجرای اوامر همین خرد سوخته هستند. کسانی که حکم فقیهی را به گونه‌ای می‌پذیرند، آنها به کردار پدیده خرد را در انسان رد می‌کنند. یعنی اون کسانی که یه خوشحال میشن میگه آقای منتظری فتوا داده، با این نشون میده که خود این بابا که از آقای منتظری فتوای آقا منتظری میخواد استفاده کنه، باور میکنه که انسان‌ها بی‌خردن یا خودش هم شاید بی‌خرد باشه. فتوا نشانه بی‌خردی انسانه. آدم که انسان رو بیخرد نمیشماره، کسانی که آدم منظورمه. مسلمانان به ویژه شیعیان که از فقیه تقلید میکنن، از بودن فقیه که او فتوا میدهد ننگ ندارن. چرا ننگ ندارن؟ برای اینکه اونها خودشون رو نادان میدانن. خب حالا باز از اینجا از اون آقا، از اون کدیور میگم یک پاره از اون نوشتاره. میگه مدرنیته و برخی دستاوردهای ارزنده آن از قبیل حقوق بشر جرقه است برای توجیه به مبانی اصیل عدالت که در صدر تعالیم دینی و مذهبی ما بوده و متاسفانه حق آن درست ادا نشده است. خب این پایان گفته این یارو. آره اشاره از خود منه، اشاره به اصل عدالت در اسلام که دست آوردهای ارزنده از قبیل حقوق بشر جرقه برای توجیه مبانی اوناست. یعنی حقوق بشر تازه جرقه برای توجیه عدالت در اسلامه. حالا عدالت در اسلام چیه؟ الله در 1114 سوره قرآن بیش از 400 بار مردمان را از عذابهای سنگین میترسونه. این عدالت الله. بیشتر عذابهای سخت برای کسانی فراهم شدن که ایمان نیاوردن یا از اوامر الله سرپیچی میکنن. البته سخت ترین مجازات ها برای کسانی است که گفتار رسول او را باور ندارن. یعنی کمی فکر میکنن، یعنی در نزد الله آزادانه اندیشیدن به ویژه خردمندانه اندیشه کردن کفر شمرده می شود و دردناکترین عذابها برای کسانی فراهم شده است که اندیشمند باشند. این عدالت الله که این بابا می خواد بگه حقوق بشر جرقه است که این نشون میده. حالا این بابا می خواد چیکار بکنه؟ حالا باز رجوع می کنم به گفتار این یارو کدیوره. در میگه که در برنامه پژوهشی من، طالب و تحقیقاتی، حالا میگه پژوهشیه من، عدالت یکی از سنجه‌های اصلی فقه و فتواست. همچنان که عقلانیت، اخلاق و کارآمدی هم دیگر سنجه‌ها هستند. پایان گفته این بابا. ما گفتیم که کسی که فتوا رو بپذیره انسان نادان میدونه. حالا عقلانیتش چی میگه؟ ببینید چیه که مردم 1400 سال میرن دور توی سنگ سیاهی میچرخن، جلوترن سنگ جمع میکنن که شیطونه بزنن، با اینکه بمب اتم دارن اینقدر اینا خرن و من پوزش میخوام نادانن، نمیرن یه بمب اتم بزنن که شیطون بعد 1400 سال بکشن. این عقلانیت در
مبانی اصیل فقه. حالا اخلاق چیه؟ اخلاق هم که برن دخترها کوچیکا وایسن تو صف اسمشون رو بنویسن برن صیغه بشن تا کنار امامزاده ها زوارها سرویس بدن. این هم اخلاقیت اصیل و اصل فقه فتوای اسلامی است. پس چشمشون روشن باشه. حالا من خودم به این گفته این بابا اینطوری رجوع کردم: مردمانی که پدیده فتوا را زشت نشمرند، مفتی بر اندیشه آنها حکم میراند. با فتوا خرد مردم یک جا زنده بگور می شود. حتی خاموش ماندن در برابر چنین احکامی توهین به بشریت است. زیرا پیش از اینکه کسی پیروی از فتوا را بپذیرد، او باید انسان را نادان بشمارد. بدیهی است هر کس حق دارد و آزاد است که خود را نادان بپندارد و مطیع اوامر عالمی بشود، ولی کسی حق ندارد که خرد انسان را نفی کند. باز میرم سر گفتار این کدیور دنباله همون نوشتارشه. میگه معتقدم که از هر متنی میتوان برداشت هایی کرد که سازگار با روح زمانه باشد، به شرطی که در تقابل با مبانی صاحب آن متن نباشد. از هر متنی میتونی برداریم بدیم، باید با اسلام توافق داشته باشیم. متون اسلامی هم چنین قابلیتی رو دارد و میتوان خانشی از آنها داشت که مسلمانان هم بتوانند پایبند به موازین حقوق بشر باشند. پایان گفته این آقا. بابا ببینیم این چه شارلاتان بازی در آورده. نخست میگه حقوق بشر سنجه‌ای برای فقه نیست. خب اگه نیست چرا میخواد بسنجه؟ چون از مبنای دیگری است. و خیال میکرده حقوق بشر میان از تو قرآن برمیدارن. پس از اون میگه حقوق بشر جرقه است برای توجیه اصل عدالت در اسلام، یعنی همه آدم کشی ها توجیه برای کشتار دیگر اندیش ها. یه باره حالا شامورتیش میره بالا و میگه که متون اسلامی قابلیتی دارن که میشه حقوق بشر رو از اونا برداشت کرد. حالا یا این خودش دیوانه است یا فکر میکنه مردم دیوانن که نمیفهمن چی میگن. و هر روی خلاصه باز رفعه ادامه میده گلچینی حرف اون، میگه که حرف من این نیست که حقوق بشر را از کتاب و سنت استخراج کنه. خجالت کشیده بگه قرآن و چیه توجیه المسائل، میگه که کتاب و سنت استخراج کنی، منظورش از کتاب هم قرآن، بلکه دنبال خانشی از کتاب و سنت هستم که تناقضی با حقوق بشر که من آن را میوه بکارگیری اصل عدالت در تعالیم اسلامی میدانم نداشته باشد. بله حقوق بشر که با تعالیم اسلامی تناقضی نداشته باشه تازه این بابا میپذیرتش. خب این حرف این تموم شد. حالا خودم میگم این دیگه ورای هر شالاتانیه. این اسلام فروش فرومایه حقوق بشر رو میوه بکارگیری اصل تعالیم اسلامی میدونه و میخواد احکامی رو از کتاب و سنت پیدا کنه که با حقوق بشر تناقض نداشته باشه. پایه ایمان همه مسلمانان جهان، همه مسلمانان جهان چه سنی چه شیعه، بر شهادتین نهاده شده. شهادتین یکیش اینه که میگه لا اله الا الله. یعنی چی؟ یعنی نیست الهی بجز الله. دومیش اینه که میگه محمد رسول الله، یعنی محمد فرستاده الله هست. حالا افزون بر این دوتا شهادت، شهادت جبریه
شیعیان یه شهادت سومی رو مجبور کردن که بگن، یعنی همه باید شهادت بدن علی ولی الله، یعنی علی خلاصه سرور الله. حالا در اینجا آیا این مسلمونا باید به حکم قرآن پیروان الهان دیگر رو نابود کنن؟ چون گفتیم که غیر از الله دیگه کسی نیست، پس مسلمونا باید برن کسانی که پیرو دین دیگه هستن یا اله دیگری دارن بکشن یا نه؟ و کسانی که محمد رسول الله نمیدونن اونا رو باید همه رو گردن بزنن؟ این حقوق بشر که میوش اصل تعالیم اسلامیه، این همین حقوق اسلامه، همین تعالیم اسلامی، همین حقوق بشره که میگه که لا اله الا الله، خود این لا اله الا الله ضد ستیز داره با هر اندیشه ای. میگه یه دونه مردم هستن که یه دونه الله میخوان داشته باشن، هر چیزی که برای خودشون میگن اون خداست. تازه خدا زایده نش... زاینده است، الله نه زایده شده نه میزایه. حالا بیا و درستش کن. و هر روی دنباله این نوشتار چند خط دیگه بیشتر نیستش که خیلی شرم‌آوره و من به خودم رو به این پستی نمیبینم که در دنباله اون ادامه بدم. و یکی هم که زمان رو بیشتر از این نمیگیرم، از شما پوزش میخوام و به این گفتار در اینجا پایان میدم. سپاسگزارم که همراهی کردید و گوش دادید. میکروفون رو راه میکنم به جناب مانی. بله، سپاس فراوان. جناب مردو آناهید، نامی از آقای محسن کلیور بردید. من هفته پیش یک دعوتنامه برای ایشون فرستادم از سوی رادیو مانی و ازشون خواهش کردم که بیان در این میزگرد که پیرامون نواندیشی دینی است شرکت کنند و همونطور که انتظار میرفت ایشون اصلا پاسخ ندادند، چرا که یا در شأن یک حجت الاسلام نیست که پاسخ مردم رو بده. حجت یعنی دلیل، ایشون حجت الاسلام است، یعنی دلیل اسلام است. هر کس برای اسلام دلیلی میخواد، خود ایشون اصلا دلیل اسلام است. و شوروختانه نیومدند تا این سخنان رو به طور زنده بشنوند، چون ما نمیخواهیم یک سویه به داوری بنشینیم درباره افکار و عقاید دیگران. ازشون دعوت میکنیم، اگر نیامدن دیگه مسئله خودشونه. البته ایشون به اندازه کافی تریبون داره، همه دولت‌های دیگر در غرب و حتی آمریکا که دوست دارند همواره مذهب و دین در کشورهای مانند ایران حاکم باشه تا آنها بتوانند راحت‌تر مسائلشون رو پیش ببرند، که بر شنوندگان روشن است من چه میگویم، تریبون‌های زیادی در اختیار چنین افرادی میگذارند. ما میبینیم که رادیوها و تلویزیون‌های مثل بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا تقریبا در تصرف چنین افرادی است، از جمله همین آقای محسن کدیور، و اینها در واقع کارخانه تولید دین هستند. و چون دریافتند که دین اسلام دیگه به روز نیست و پاسخ نمیده، در جستجوی راه حلی هستند که مبادا دین از این جوامع رخت بربندد، حکومت‌های ملی و سکولار به وجود بیاد و احتمالاً منافع اونها به خطر بیفته. بنابراین اینها سوای این که حجت اسلام هستند، حجت درخواست‌ها، نیات و منویات سیاسی حکومت‌های دیگر هم هستند. حضورشون و نوع سخنشون در چارچوب اون رسانه ها خود بیانگر همین قضیه است، چرا که هیچگاه در برابر چنین فردی در اون میزگیت ها و مصاحبه ها آدم های مستقلی که اندیشه دیگری دارند و میتوانند اندیشه های اینها رو همونجا خونسا کنند دعوت نمیشن. باری برگردم و نظر جناب آقای آلفرد
آبرامیان را در این میانه و در این ارتباط بپرسم. آقای آبرامیان خیلی خوش آمدید، میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. سپاسگزارم جناب مانی، با درود خسته نباشید به شما و همینطور به جناب آقای مرتضی آناهی و درود فراوان به شنوندگان ارجمند رادیو مانی. اجازه میدید که پیش از آغاز سخن خودم نگاهی بسیار کوتاه و سریع به بنیانگذار آیین اسلام که زاینده همه فجایع 1400 سال پیش بودند. کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر، هر هفته در رادیو تلویزیون مانی. شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید. اندازم و سپس به پسمانده های او مدین وی. 1400 سال پیش در بیابان سوزان عربستان کودکی پا به هستی می‌گذارد که هرگز نه خاطره ای از پدر و دست نوازشگر او بر سر خود داشته است و نه هرگز از آغوش گرم مادر و لالایی مادرانه او برخوردار. این کودک بی‌نوا خیلی زود به دست یک زن درماندهی سپرده می شود تا از او نگهداری کند، ولی باز بخت با این کودک یاری نمی کند و پس از چندی از محبت و سینه گرم نامادری هم محروم می ماند. بالاخره پس از گذراندن سالهای پررنج کودکی و نوجوانی زمینه‌هایی فراهم می‌شود با به فکر تأسیس سازمانی دینی به نام اسلام بیفتد. مردی بس روان پریش با آن همه محرومیت‌های دوران کودکی، این آغاز یک فاجعه تاریخی بود که چهره جهان رو دگرگون کرد. تاریخ 1400 ساله این دین از همان آغاز گویای صدها جنگ و هزاران درگیری های خونین است. هم اکنون می رود تا اوج خود برسد. و اگر مردم جهان و حتی خود مسلمانان آزادی خواه و انسانگرا از خواب عمیق نادانی و ناآگاهی بیدار نشوند، دور نخواهد بود که جهان ما در آتش جنگ اسلام با مسیحیت و یهودیت و دیگر پیروان ادیان نامسلمان نابود شود و از تمدن نیمبند کنونی هم چیزی باقی نخواهد بود. امروزه در کشور ایران بیش از هر چیزی که موجب حیرت ما ایرانیان شده است، حضور و وجود افرادی است با تحصیلات عالی دانشگاهی، حتی استادی دانشگاه‌ها، گفتارها و نوشتارهای فریبنده آنان برای پوشاندن این مرداب 1400 ساله است. پوشش‌های این به اصطلاح روشنفکران دینی در گذاری و نشان دادن جلوه دیگری از اسلام است. اسلامی مندرآوردی و به اصطلاح خودشان معنوی و همسو کردن آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اما بی آن که بخواهند از خشکاندن این مرداب و احکام و احادیث 1400 ساله صرف نظر کنند،
اولین پرسش من از این آقایان این است که اگر به راستی ریگی در کفش شما نیست و خواهان حکومتی شایسته و بایسته‌ای در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران هستی، پس چرا این همه اصرار دارید که پایه‌های آن را باید بر این مرداب و گنداب 1400 ساله بنا کنید؟ راستی چرا؟ در میان دهاتن از این بدعتگزاران مسلمان، اشاره امروز من شخصی است به نام همین آقای دکتر اسلام محسن کدیور، خود را فیلسوف شیعیان می نامد. من امروز سهم خود بررسی نگرش‌های اسلامی ایشان با هم پرداخت، چرا که به باور من در نهایت اسلام اسلام است، نه راستین و دروغین دارد و نه جایی برای تفکیک آن به اسلام سنتی و اسلام تاریخی و نه هیچ معنویتی دارد. آقای کدیور می کوشند آن را به کمک از ما بهتران ملت ایران تخونه کنند، ولی شاید ایشان نمی دانند که با هیچ منطقی و هیچ گونه مالکشی نمی توان این دو پدیده اسلام و حقوق بشر را مثل پینه کرد. آقای کدیور در یک مصاحبه 14 صفحه‌ای با ماهنامه آفتاب در 27 تیر ماه سال 1382 انجام داده بود نمیگوید: احکام اسلام در چند محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است. خیلی ممنون از ایشان که به این موضوع پرداختن. محور اول، عدم تساوی حقوقی غیر مسلمانان با مسلمانان است. در احکام اسلام تبعیض غیر قابل انکاری بین معتقدان ادیان مختلف می‌یابیم. از این دیدگاه انسان‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند: انسان‌های درجه یک مسلمانان فرقه ناجیه هستند، انسان‌های درجه دو مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی هستند مثل سنی‌ها و دیگران، انسان‌های درجه سه اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، شرطی که شرایط ذمه را بپذیرند، انسان‌های درجه چهار کافران حربی کلیه غیر مسلمانان غیر ذمی را در بر می‌گیرند. در اسلام حرمت برخی از گناهان مطلق نیست، یعنی این گونه نیست که یک عمل خاص نسبت به همگان گناه شمرده شود، در حالی که انجام آن عمل نسبت به دیگران مجاز و مباح شمرده می شود. غیبت کردن، بهتان زدن، ریشخند کردن غیر مسلمانان حرام نیست، یعنی بدون ترس از آخرت می توان پشت سر دیگر مذاهب حرف زد. غیر مؤمنان در چنین مواردی فاقد احترامند و آبرویشان قدر است. بدن مسلمان طاهر محسوب می شود، اما یکی از اعیان نجسه کافر است و به جمیع اقسامش از مشرک و مرتد و کافر اصلی و ذمی و اهل کتاب مطلقا نجس محسوب می شود و از نجاست شرعا باید اجتناب کند. کافر از مسلمان ارث نمی برد، هرچند مسلمان از کافر ارث می برد. از شرایط اجرای قصاص، قصاص نفس یعنی کشتن،
که قصاص عضو در دین مساوی است. لذا مسلمان به واسطه قتل کافر کشته نمی شود. اما واضح است که کافر به واسطه قتل مسلمان قابل قصاص است. اگر مسلمانی دست کافری را قطع کند، کافر حق مطالبه به مصر و قصاص را ندارد. به لحاظ مالی هم ارزش مسلمان با ارزش غیر مسلمان کاملا متفاوت است. به عنوان مثال، دیه مرد مسلمان 1000 درهم است، دیه یک مرد زمی مسیحی یا یهودی یا زرتشتی شرطی که شرایط زمه را بپذیرد 800 درهم است. اهل کتاب غیر زمی یعنی متدین دیگر متددیان دیگر ادیان و مذاهب و کفار و مشرکان اصولا دیه ندارند. یعنی اگر کسی آنها را بکشد قاتل نه قصاص می شود و نه از قاتل دیه اخذ می شود. به لحاظ شرعی یعنی افرادی نفس محترمه نیستند، یعنی خونشان احترام ندارد و ارزش ندارد، چرا که دین حق است که باعث احترام جان می شود. پایبندی به دین و عقیده باطل جان انسان را بی ارزش می کند. کافر در حکم مرده است. اگر کسی می خواهد جان و مال و ناموس و آبرویش تضمین شود، می باید مسلمان شود. واضح است که در اسلام انسان از آن حیث انسان است، یعنی فارغ از دین و مذهب، از حقوقی برخوردار نیست. این ایمان و اسلام است که منشأ حقوق است، نه انسانیت انسان. ما در اسلام حقوق مسلمان داریم، نه حقوق بشر. بنابراین ماده اول اعلامیه حقوق جهانی بشر مبنی بر این که تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنیا می آید. یا ماده سوم مبنی بر این که هر کس حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. یا ماده هفتم مبنی بر این که همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همگی و همگی در تعارض صریح و آشکار با احکام اسلامی است. بنابراین با صراحت میتوان گفت در اسلام انسان فاقد حقوق ذاتی است. انسان از آن حیث که انسان است حقوقی ندارد. نمیتوان در اسلام از حقوق بشر نمزد. آنجور که بیان شد بخشای بسیار فشرده‌ای بود از 14 صفحه سخنان آقای کبیر، حاصل مطالعات اندیشه ها استنباطات وی از اسلام همان است شنیدید. اما این پرسش سالها در ذهن من باقی است که این عمامه بر سر آقای کدیور چه می کنن؟ زیر این عمامه چه می جوشد؟ یا چه نیروی شیطانی در دین اسلام است که روان چنین کسان با استعدادی را به زنجیر اسارت کشیده است؟ از بند آن خلاصی ندارم. دقایقی پیش زبان آقای کدیور خواندم که بدن مسلمان طاهر محسوب می شود، ولی بدن مشرک و مرتد و کافر و همه غیر مسلمانان نجس محسوب می شود و از نجاست شرعاً باید اجتناب کرد. آیا واقعا جا ندارد تا گفته شود که
منشأ همه نجاسات در احکام اسلام زیر عمامه های سفید و سیاه این دکانداران دین است و بس. جناب کدیور، دستپخت شما آخوندها که حکومت اسلامی بود که نام نفرتی را در جان و دل مردم ایران آفریده است، به زودی این حکومت و قانون اساسیش و اسلام راستین و دروغینش را برای همیشه استفراغ خواهند کرد. این سیلی که در راه است کاخ صد ستون کبریای همه شما را ویران خواهد کرد. رامانی، من موضوع دیگری هم در همین رابطه دارم، در ارتباط با تاریخ 40مین روز شهدای جمعه سبز سبز، ولی اگر موافق باشید من میتونم ادامه بدم، اگر نه میگذارم بعد از صحبتی که خود شما یا جناب مردو آناهیت خواهند داشت به اون هم خواهم تردیق ارباخت حدود 5 یا 6 دقیقه اکنه میکنم تردیق باشید. فعلا میکروفون رو دختر شما میتونم. بله، منم از شما سپاسگزارم جناب آلفرد آبرامیان. موضوع جنبش سبز یا به گفته شما در اون پرانتز شهدایش ربطی به برنامه امروز نداره. ما امروز متمرکز هستیم بر مسئله نوع اندیشی دینی. البته در اونجا هم اونایی که مدعی جنبش سبز بودند نشان دادند که با شعار الله اکبری که بر پشت بام ها می دادند و شعارهای یا حسین میر حسین در خیابان ها دستاوردی بهتر از آنی که همکنون داریم نمی توانستند داشته باشند. شما بهتر از من می دونید که نژاد پرستی امریست ناپسند و ضد انسانی. فرق نمی کنه که کدوم ملت خودش رو نژاد برتر بدونه، چون منجر به فاشیسم و فاجعه می شود که شد و باز هم ممکن است چنین پیش آید. در برابر اون برتری یا خود برتربینی دینی نوعی نژاد پرستی است یا همسنگ نژاد پرستی است. وقتی که بر اساس آیاتی که شما آوردید و کدهایی که آوردید و البته بسیار بیشتر از اینها وجود داره، یک دین میاد و خودش رو برترین دین دنیا میدونه و مسلمان ها رو برترین انسان ها میدونه که حق کشتن همه دیگر اندیشان رو دارند و از نظر حقوقی و ارث میراث و هر چیز دیگری خودشون رو برتر میدونند، این هیچ دست کمی از اون فاشیسم یا نجات پرستی ندارد. البته توده های مسلمان ربطی به این قضایا ندارند. من بیاد نمی آورم که مسلمان ها در ایران تا زمانی که من در اونجا بودم خودشون رو انسان های برتر و دارای دین برتر بدانند. توده های مردم مانند توده های مردم در همه جای دنیا انسانی می اندیشند، انسانند، روی زمینند، می خواهند زندگی داشته باشند در صلح و آرامش و تولید و تندرستی همراه با آموزش و شادی زندگی کنند. اما این رهبران دینی آنها بودند و هستند که به شدت بر این نجات پرستی دینی یا خودبرتربینی دینی پای فشاری کردند و می کنند و ثمراتش رو هم ما در خاورمیانه به ویژه در روزگار ما میبینیم. در کنار شخصی مانند آقای کدیور هستند باز ایرانیانی که شمارشون به انگشتان دست میرسد، البته مدعی نوع اندیشی دینی هستند، آقای عبدالعلی بازرگان یا خود مرحوم مهندس بازرگان یا عبدالکریم سروش و دیگران و دیگران که امیدوارن در برنامه‌های آینده با حضور خود زندگان اونها، آنهایی که زنده اند، ما این
گفتمان رو ادامه بدیم. اگر هم نیامدند شاید اگر شما دوستان مایل باشید این کار رو انجام بدیم. به هر روی من بر این هستم که اگر ما یک نقد و سنجش و بررسی عادلانه و منصفانه درباره دین و نواندیشی دینی نداشته باشیم، این داستان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و میهن ما از میهن خود صحبت میکنیم، خاورمیانه که وضعش کاملا روشن هست بر همگان، میهن ما هم البته وضعش روشن است. از این بنبست فرهنگی دینی و تاریخی بیرون نخواهد آمد، گرچه برنامه های ما، سخنان ما برد وسیعی نداره، چون ما صاحب میکروفون های فراگیر نیستیم، نه در ایران که مطلقاً، در خارج هم همینطور. اما شما می دانید که اگر بر یک سنگ خاره که زیر چکه چکه های دائمی یک صخره قرار گرفته باشه، این چکه های نرم، آب نرم است، به مرور زمان در آن سنگ خاره چاله درست می کنند، نفوذ می کنند و ای بسا انقدر پیش برود که اون سنگ رو دچار تلاشی بکنند، متلاشیش بکنند. به همین روی کار روشن‌اندیشانی همچون شما و شما رو فراوان دیگری که همکنون در هر جای دنیا دارند با کهن‌اندیشی دینی مبارزه فکری و اندیشگی می کنند، شاید بتواند در دراز مدت تأثیر گذار باشد، کما اینکه همکنون تا به اینجا هم بوده است. مردم ایران امروز دیگر مردم 40 سال پیش و 200 سال پیش و 1200 سال پیش نمی اندیشند. به ویژه در 40 دهه اخیر در پی تجربه و آزمون شخصی مردم ایران از حکومت دینی، در کنار روشنگری ها و افشاگری های کسانی همچون فولادوند، دکتر انصاری، زندیات فاضلی، فرخزاد، شجاع‌الدین شفا و آقای بهرام مشیری و دیگران و دیگران، بسیار تغییر کردند و نتایجش رو ما امروز در ایران میبینیم، به گونه‌ای که خود حضرات امام بسر به وحشت افتادند و بارها از هجمه فرهنگی، از نفوذ دشمن حتی تا بن حکومت اسلامی سخن گفته و میگویند. یکی از همین بزرگ امامداران هفته پیش در نماز جمعهش یا در درس حوزهش گفته بود که چه اتفاقی در ایران افتاده؟ ما هرگاه به یک مهمانی خانوادگی می رویم، مهمانی خانوادگی یعنی اعضای خانواده خود حضرت آیت الله که همشون مؤمنند و از قبل همین ایمان درون جمعه و اسلام غارت های هجومی می کنند، هرگاه به داخل یک همچین مهمانی می رویم، همه افراد با موبایل هاشون در حال سرچ کردن و نگاه کردن و خواندن مطالبی هستن. اینا در جستجوی چه هستند؟ اسلام در خطر است. موبایل دارد جای اسلام را میگیرد. دشمن نفوذ کرده به همه افراد در همه خانواده ها. خب خود آقای خامنه ای، رهبر معظم شیعیان جهان یا مسلمانان جهان، هم بارها از نفوذ دشمن، توطئه دشمن، نفوذ فرهنگی دشمن، فتنه فرهنگی دشمن سخن گفته و میگه. اینا چی رو نشون میده؟ نشون میده که مردم ایران، نه همشون و نه همه به یک نسبت، اما بسیارانیشون دریافتند که اسلام پاسخگوی نیازهای امروزشان نیست. هم این را در زندگی عملی در زیر حکومت اسلامی تجربه کردند
و بهش رسیدند که اینها مشتی دروغگو و دکاندار و دین فروش هستند و هم از روشنگری های ایرانی ها در بیرون از کشور بهره بردند و هم در ارتباط با اینکه بسیاریشون به خارج رفت آمد کرده اند و می کنند و دسترسی به اینترنت دارند، از علم و دانش و زندگی در کشورهای دیگر آگاه هستند، اون تندی و تیزی شمشیر اسلامی و باورهاشون کند شده و به دنبال یک راه حل برای نجات خودشون هستند. ما انتظار داریم اگر کسانی همچون آقای کدیور راست میگویند و میتوانند از عقایدشون دفاع کنند، در کنار کسانی بنشینند که به عقاید اونها انتقاد دارند و ثابت کنند که میتوانند پاسخگوی پرسش‌های اساسی و بنیادین باشند. اما نه، اینها در برنامه‌های خودشون حضور پیدا می‌کنند یا در برنامه‌هایی که براشون طراحی شده برای تأمین منافع کشورهای بیگانه، منافع دراز مدت اونها در ایران و منطقه. و به باور من نه حرفی برای گفتن ندارند. همه اینها نوعی بازی است برای بقا و ابقاء دین باوری و دین زیستی و دین حکومتی در این کشورها. حال چه اندازه در آینده اینها پیروزمند این بازی و این قمار باشند باید دید. اما همون گونه که در آغاز سخن گفتم، عصر نواندیشی دینی قرنهاست که پشت سر مونده. در سده 15 و 16 که اروپا آغاز کرده بود، کشورهای عربی، اسلامی، ایران و افغانستان و کشورهای دیگر هم میتوانستند آغاز کنند. اما الان و پس از 6 قرن که حتی دیگر مارتین لوتر هم پشت سر مونده و بر اساس آمارهایی که سازمان ملل میگوید 51% از مردم جهان اعتقادی به خود خدا هم ندارند، دیگر سخن گفتن از نوع اندیشی دینی و توجیه آن و اینکه حقوق بشر اگر زیر چارچوب قوانین شریف اسلام باشند ممکن است مورد عنایت و توجه ما حجت الاسلام ها و آیت الله ها و دیگران دور این چیزا گذشته، اینا دیگه پاسخ نمیده. زمان بیداری ملت هاست. زمان فیزیک کوانتوم است. فیزیک کوانتوم تمامی هستی را فرمول بندی کرده و پاسخگوست. دین امروز مردم جهان علم است، فیزیک است، شیمی است، ریاضیات است و چیزهای از این قبیل. به همین خاطر من در جای دیگر هم گفتم بزرگ عمامدارانی که به مردم توصیه میکنند برای بارش باران دعا کنند و برای حضور امام زمان به سر چاه جمع کران بروند، یا هرگاه مریض میشوند به خدا توکل کنند و به امام حسین و یا به حضرت محمد، خودشون با کوچکترین ناراحتی به بیمارستان میروند، به بیمارستان های انگلیس، آمریکا و جاهای دیگر میروند. یعنی کاملا پیداست که خودشون به اون دعاها و ادعیه و توصیه های خودشون باور ندارند، فقط مردم رو با اون مباحث میخواهند سرگرم نگه دارند، واپس مانده نگه دارند و پیرو و مقلد خود. سخن من هم به درازه کشید با پوزش. چند دقیقه میتوانیم فرصت بگذاریم و اگر جناب مردو آناهید و شما آقای آبرامیان سخنی دارید در این ارتباطات بگویید تا برنامه را ببندیم و بگذاریم برای برنامه بعدی. آقای آناهید بفرمایید. سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم که
سخنان بسیار ارزنده و پرگوهری رو بیان کردید و ما هم از آنها بهره‌مند میشیم، چه شما و چه دوست گرامی آلفرد آبرامیان. جناب مانی، اگر که یک شخصی که جن گیر باشه یا دو آنریس هستش که میخواد بیماری ها رو مداوا کنه، این نمیاد هیچگاه با شما گفتگو کنه، چون شما جن رو قبول نداری، میگید این شخص دیوانه است، چرا بیا برای شما از جن حرف بزنه؟ میره در جایی که مردم به جن اعتقاد دارن، بعد میره جن میگیره، جن رو به شیشه میکنه، یا اینکه دعا مینویسه برای کسی که سردرد داره، یا کسی میخواد آبستن بشه، یا کسی که میخواد دختر همسایه رو دوست داشته باشه، برای اونا دعا میده. اونی که ایمان داره هیچگاه پیش شما یا پیش من نخواهد اومد. این اسلام فروشانی که شما گفتید بیان در جایی اگر راست میگویند، اصلا اسلام فروش راست نمیگه، اگر نداره بیاد با شما حرف بزنه. شما خودتون الان اسلام رو تیک پاره کردید که همش از کهنه شده دست کم. حالا اون میاد با شما چی میخواد بگه؟ پایه یک اسلام فروش، پایه اسلام فروش ایمان داشتن دیگران به اسلامه که از زشتی ها شرمنده هستن، میاد اینها رو زیبا نشون میده. مردمی باید اول نادان باشن و به نادانی خودشون ایمان داشته باشن و پایه زندگی و پایه شهروندی رو بر اساس شریعت بدونن، اما بعضی چیزاشو خوششون نیاد، مثلا زنها هم باید کار کنن، یا اینکه مثلا میشه بدون روسری هم تو خیابان رفت، یا میشه دلمون میخواد موزیک گوش کنه. اینها باید این نادان بودن و ایمان داشتن و ویژگی یا شرط اینه که یک کدیورنامی یا سروشنامی بتونه با اونا حرف بزنه. کدیور و سروش و اینا رو که شما اصلا پایه، یعنی من که از پایه قبول ندارم، اینا شالاتانه. میگی که از تو قرآن چنین آمده چنان آمده، خب اومده که بی خود اومده، 1400 سال پیش برای راهزنای حجاز اومده، برای من که نیومده. میگی این واجب است که این حرف درست است، خب من که میگم که نواجب است، حرف درست هم برای خالش نگه داره. این هرگز نمیتونه با ما حرف بزنه، نمیاد، به خاطری که اون با کسانی که حرف میزنه که دست کم بتونه کالای دروغشو که بسته بندی کرده بفروشه، به ما که چیزی نمیتونه بفروشه، بعدتر دکونش هم به هم میزنی. اون چرا بیاد؟ یکی از چیزهایی که اصلا پایه نادانی ایمانه، کسانی که ایمان دارن شریعتی، دینی، یک قاعده‌ای مستحکم برای این کار، برای کشورداری، برای شهروندی ایمان دارن، ولی نمیدونن، عقیده دارن، با خردشون بررسی نکردن، اینها رو میشه خیلی فریب داد، چیز دیگری رو بهشون خورون. همونطوری که میبینید که کسانی که حتی به دموکراسی ایمان دارن ولی دموکراسی رو نمیشناسن، همه چیزو میشه در آمریکا و در اروپا بهشون فروخ. همش هم میگن ما دموکراسی داریم، ما دموکراسی داریم، ولی حکومت ها بهشون دیکتاتوری میفروشن و اونا میرن میپذیرن. این ایمانشونه. زمانی ما میتونیم با کسی سخن بگیم، زمانی میتونیم که نخست خودش از ایمان پاک کنه، ببره از این آلودگی ها و به خرد تکیه کنه، یعنی دانایی ها و توانایی های رو بتونه بررسی کنه. شما از دانش آزموده شده سخن گفتید، یعنی دانشی که آزموده شده و شناخته شده و هسته این دانه ها و دانستنی ها پی برده شده، کسی نمیتونه اونها رو رد کنه، به خاطری که وجود داره، به خاطری که نیروی کشش زمین وجود داره، به خاطر اینکه الکترون یا فوتون یا هر چیزی ویژگی های خودش شناسانده، ولی ویژگی های خرد شناسایی نشده،
یا اینکه ایمان میارن، یعنی این ویژگی نادانیه، یا انسان ایمان داره که باید دنبال ایمانش باشه، یعنی به نادانی خودش ایمان داره، از چیزی رو به چیزی عقیده پیدا میکنه، یا اینکه چیزی رو نمیدونه، جوینده است، میخواد با خرد خودش آزمون کنه، بجوی گام به گام پیش بره تا به هسته دانش و دانایی پی ببره. کسانی که اسلام فروشن ویژگی دکونشون بر پایه دروغ‌بندی و نادانی مردم تکیه داره. هیچگاه کسی اسلام فروشه با مردم دانا و خردمند سخن نخواهد گفت. این اگر که این کار بکنه که خیلی نادانتر میشه، دید شالاتان نیستش که مسلمان میشد. در هر رو و هر رو چون زیاد گفتیم، سخن گفتیم و زمان کوتاست، من به گفته خودم پایان میدم و از شما از همینجا خیلی سپاسگزاری میکنم و میکروفون رو در اختیار خودتون میذارم. بله جناب آبرامیان، شما هم اگر سخنی دارید بگید. من فراموش نکنم در این فاصله از چندین روشنگر ایرانی در برون مرز نام بردم. در فاصله که آقای آناهید صحبت میکرد، بیاد خانم پری سفاری، آقای هومر آبرامیان، آقای سیاوش لشکری و دیگران هم افتادم، آقای دکتر روزبهانی، آقای دکتر مهراسا، و براستی که شمار زیادی هستند که روشنگری کردند و میخونند و تأثیر گذاشتند و میگذارند و خواهند گذاشت. بفرمایید اگر شما سخنی دارید آقای آبرامیان. سپاسگزارم آقای مانی، سپاسگزارم از صحبت کردید. ما نام بسیاری رو بردید ولی نام خودتون رو فراموش کردید. یکی از برجسته ترین کسانی که از سالها پیش از این تا اونجایی که من به خاطر دارم در همین کار، در همین مسئولیت بزرگی که به عنوان یک روشن فکر و روشنگر به عهده گرفتید، به کارهای بسیاری کردید، کارهای روشنگری های بسیار کردید که من اثرگذار بود. خدمت شما عرض کنم آقای مردو آناهید سخنهایی رو گفتن که من چیزی بیشتر از اون نخواهم گفت، ندارم که بگم، اما شاید در تکمیل اون سخن میشه یک چیز رو گفت. اون این است که پدیده ایمان که آقای مردو آناهید هم اشاره کردن، پدیده ایست که از دیرباز در وجود همه مردم جهان، فرقی هم نمی کنه، مسلمان، مسیحی، یهودی، نمیدونم، دیگران و دیگران، عجین شده باشه. کسی که ایمان داره هرگز حاضر نمیشه سخنان فرهیختگان رو، سخنان روشنگران رو، سخنان کسانی که به هر حال زندگی رو آزمایش کردن، مسائل زندگی رو، چینه پای صحبت اونا و چیز رو بخواد بیرون بده. برای اینکه ایمان داره. اون ایمان داره، مفهوم ایمان این هستش که یک فرد با ایمان در حقیقت تمام درها و پنجره های گوش و چشم و دل رو بر خودش میبند. برای اون هیچ چیزی جز اون چیزی رو که بهش ایمان داره ارزشی نداره. بنابراین نمیشه با یک فرد با ایمان از اعتقادات دیگر صحبت کرد. باز تکرار میکنم، فرقی نمیکنه چه دینی باشه. ایمان پدیده یه بدترین زهری است که میتونه در وجود یک انسان وجود. یه نکته هم به شما بگم. برای من 30 سال است که استرالیا اومدم. اینجا یک کلیسای فارسی زبان مسیحی بود. امروز اون کلیساها تا اونجایی که من خبر دارم بیش از 10-12 کلیسا شده، جدا شدن از اون کلیسای فارسی زبان، و اینها تماما ایرانیان مسلمانی بودن، استرالیا آمده بودن چون میخواستن ایمانی داشته باشن به چیزی، از اسلام بریده بودن به خاطر اون چیزی رو میدیدن، ولی ایمان هنوز در وجودشون موج میزد. بنابراین مدتی در اون کلیسا موندن و بعدا هر یک برای خودشون کلیساهای دیگه دارن. اونجایی که من فکر میکنم
میدونم حدود 12 کلیسای فارسی زبانه در واقع مسلمانانی هستن که مسیحی شدن و این مسیحیان خواسته های داختر اصلاش شدن به منازل مسیحیان میرن میگن شما مسیحی رو نشناختید، ما باید شما بگیم مسیح چی بوده و چی از این هم بران این چیزی نیست جز ایمان داشتن. اونچه تنها راه رهایی از ایمان فقط دانش است و آگاهی جهان هستی. سپاس فراوان جناب آبرامیان، میکروفون در خدمت شما خواهد بود و من همینجا با اگر کاری با من نداشته باشید از حضورتون مرخص میشم و به طور میگم با آقای مدعو آناهی جناب. زنده باشید. همینجا یک بار دیگه بگویم که دوستانی که در این برنامه ازشون نام برده شده همچون آقای کدیور یا همه اونهایی که باورمندند به دین، این حق رو دارند که بیایند در این رادیو و نظراتشون رو بگویند. اگر در میزگرد نمیخوان شرکت کنند، حتی به صورت فردی هم میتونن بیان نظراتشون اینجا بیان بکنند. البته ما اونها رو نقد و بررسی خواهیم کرد. ایمیل ما هست radiomani2012@gmail.com. همه ما به ایران، به انسان، به آزادی میاندیشیم، به روشنایی و پیروزی خردمندی بر اعتقاد و دین باوری. شاد و پیروز باشید و بدرود تا برنامه دیگر.